آری یا نه به اردوغان. صدومین سال تأسیس جمهوری ترکیه با انتخاباتی رقم خورد که به زعم مخالفان تفاوتی با همه پرسی نداشت. مشارکت 84% در دور دوم انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برای سومین بار و برای 5 سال دیگر در جایگاه ریاست جمهوری نشاند. رئیس جمهور جدید ترکیه بعد از مراسم باشکوه تحلیف در اولین قدم کابینه خود را در راستای منشور 481 صفحه‌ای حزب عدالت و توسعه برای قرن جدید ترکیه معرفی کرد. کابینه‌ای که بازوی اجرایی اردوغان برای وعده‌های کلیدی از جمله احیای اقتصاد، تقویت امنیت ملی و بهبود روابط خارجی خواهد بود، تنها یک وزیر زن دارد. اردوغان پیشتر وقتی که وزرای خود را به عنوان کاندیدای تصدی کرسی پارلمان از سوی حزب عدالت و توسعه معرفی کرده بود، نشانه های اولیه تغییر کابینه را عیان کرد و در همین راستا تنها 2 وزیر بهداشت و گردشگری که به عنوان نامزد تصدی کرسی پارلمان معرفی نشده بودند در سمت خود ابقا شدند. اما سخت‌ترین بحران اردوغان که تصور می‌شد شکست او را رقم خواهد زد همچنان ادامه دارد. در حالی که قیمت دلار در برابر لیر به بالاترین میزان خود در تاریخ ترکیه رسیده، به نظر می‌آید اردوغان قصد چرخش و عقب نشینی از مدل اقتصادی جدیدی دارد که بر پایه کاهش بهره بانکی طی سال گذشته تورم بالای 85% را برای ترکیه رقم زد. در حال حاضر بازگشت اردوغان به مهمت شیمشک وزیر دارایی و معاون نخست وزیر سابق تنها نشانه از این تغییر روی کرده است. شیمشک که به عنوان یک چهره قابل اعتماد از سوی بازارهای مالی شناخته می شود در سال 2018 و پیش از سقوط ارزش لیر استعفا داد. او در مراسم تحویل سمت خود تنها راه نجات اقتصاد ترکیه را بازگشت به مبنای عقلانی دانست. önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada هدف اصلی دولت افزایش رفاه اجتماعی است و برای رسیدن به این هدف در دوره آتی شفافیت، ثبات، پیشبینی پذیری و انطباق با موازین بین المللی اصول اساسی ما خواهد بود. ترکیه چاره‌ای جز بازگشت به مبنای عقلانی ندارد. اردوغان در اقدامی غیرمنتظره یک چهره امنیتی را به عنوان وزیر امور خارجه معرفی کرد. هاکان فیدان، جعبه اسرار اردوغان که 13 سال ریاست اداره اطلاعات و امنیت ترکیه موسوم به میت را بر عهده داشت، طی سالهای اخیر تقریباً در تمام سفرها و تماسهای خارجی اردوغان او را همراهی کرده است. مردی که کم در کسی تا همین چند روز پیش صدایی از او در مجامع عمومی شنیده بود، در حالی وارد ساختمان وزارت خارجه ترکیه می شود، که پرونده روند آشتی با بشار اسد بر روی میز کار جدیدش باز است و آنکارا به بندبازی میان غرب و شرق ادامه می‌دهد. طی سال‌های گذشته اولین قدم در عادی سازی روابط با کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر و اسرائیل همواره از طریق سازمان‌های اطلاعاتی انجام شده و روند عادی سازی روابط با سوریه که هاکان فیدان شخصاً در آن مشارکت داشت یکی از آنهاست. او حالا با سابقه امنیتی خود دستگاه دیپلماسی کشور را در جهت اهداف اردوغان پیش خواهد برد. اردوغان با انجام تغییرات اساسی در کابینه سعی دارد نشان دهد پای عمل کردن به وعده‌های انتخاباتی خود ایستاده. اما در پس این تلاش به نظر می رسد یک چیز تغییر نخواهد کرد. آن هم هدف اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به یک قدرت منطقه‌ای است. فریزیا ثابتی، آنکارا.